On me laisse un médiolé qui d'assez si au panjon. Envie de changement. Envie de changement, yani mail be tahrir. Envie, yani mail. Masalan, je vous me dis, j'ai envie de changer mon appartement. J'ai envie de, yani moyelam, dostaram, mikham, de changer mon appartement. Appartementam, changer quand on tahrir be da. Dostaram, ya moyelam, que. Important tahrir bedam. Avoir envie de faire quelque chose. Avoir envie. Avoir l'envie, non. Avoir envie. Bedon harf tahrir. Avoir envie de faire quelque chose. Yani mail ya alaqe be kari dashtan. Envie de changement, esmeshe. Yani mail be tahrir. Ye zan shohari hastan ke mikhoan apartmanshu tahrir, apartman nou bekharan. Alan raftan ye apartman didan va dar moradesh daran ba han sohbat mikonan. Alors, qu'est-ce que tu en penses? اون آقای به خانومش میگه خب در مورد چی فکر میکنی؟ Alors, pas, خب qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? ما فعل پانسه رو میشناسیم به معنی فکر کردن هست. اما پانسه دو رو شنیدین؟ پانسه دو quelque chose. پانسه دو quelqu'un در مورد چیزی کسی فکر کردن نیست، بلکه در مورد چیزی کسی نظر دادن. حتی میگه qu'est-ce que tu en penses؟ یعنی نظرت چی در این مورد؟ این آن برمیگرده به de cet appartement. Qu'est-ce que tu penses de cet appartement? As in. Appartement, چه فکری میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی نظر در اون آپارتمان چیه؟ پس پانسه دو کلکی شوز. پانسه دو کلکن در مورد چیزی کسی نظر دادن. نظر دادن. فرق میکنه و فکر کردن. Qu'est-ce que tu en penses? این آنم برمیگرده به حرف اضافه دو که اینجا حذف کرده. حذف به قرینه معنوی. یعنی که منظور همین آپارتمانه. حالا بعدا شما متوجه میشید که ما در مورد آپارتمان تو این دیالوگ دارن صحبت میکنن دیگه. کس که توی آن پانس؟ یعنی نظر در این مورد چیه؟ یعنی نظر در مورد این آپارتمان چیه اینجا؟ اوه جن بیان. اوه در واقع تو لحن عامیانه همون وی هستش. وی اوه. اوه یعنی آره. وی یعنی بله. اوه یعنی آره. خیلی خودمونیه. شما با خود وقتی با یه نفر خودمونی هستی صحبت میکنیم به جای وی میگید اوه. اوه. اوه جن بیان. آره خوشم میاد. پس اوه عامیانه وی هسته. شما با کسی که نمیشناسی باش تعارف ندارید نباید بگید اوه، بیادبیه، بگید وی. اما وقتی خودمونی دوست هستین میگید اوه یعنی آره. اوه جن بیان. اوه ببین اسشان تلفظ نمیشه. اوه اوه جن بیان. آره خوشم میاد. جن بیان یعنی دوستش دارم، خوشم میاد. ایله گران آپارتمان رو میگه. ایله گران بزرگه. ایله کلر روشنه، یعنی انسولیه هستش، نورگیره. اپوی ایله کلم به علاوه، اپوی وانگهی به علاوه، ایله کلم ساکته. ایله کلم، کلم یعنی ساکت. سسه بیان. سسه بیان یه اصطلاح، یعنی خیلی خوبه. اون خوبه، این سه یعنی آن، سه بیان یعنی خوبه. سه بیان یعنی خوبه. سسه بیان با هم تلفظ میشه. سسه بیان خوبه، خوشم میاد ازش. سسه بیان، سسه بیان با هم تلفظ کنید. Mais si on l'achète, اما اگه ما بخریمش، سی به معنی آیا هست. سی به معنی اگر هست اینجا. سی اون لشت، اگر ما بخریمش. ببینید بعد از سی چه زمانی اومده؟ اینجا زمان خزان اومده، زمان حال اومده. سی اون لشت، یعنی سی اون لشت لپختمان. سی اون لشت سه تپختمان. اگر این آپارتمان رو بخریم، سی اون لشت، il faudra faire des travaux. باید یه کاری کرد. باید روش کار کرد. فقد تخوا یعنی کار کردن، یعنی روی چیزی کار کردن. فقد تخوا، تخوا جمع تخوای هستی. تخوای کلماتی که به ا ای ال ختم میشن معمولا به غیر از موارد استثنا، چون همیشه قاعده استثنا ما داریم تو همه دستورهای گرامری، کلماتی که به ا ای ال مثل تخوای چجوری نمیشه میشه بلدین، جمعش میشه تخوا. یعنی ا ای ال میشه ا او ایکس تخوا. فرد تخوا یعنی کار کردن، یعنی روش باید کار کنیم. اگه خونه رو بخریم باید روش کار کنیم. نکته ای که اینجا هست که توی گرامری اینه که وقتی شما سی، یعنی اگر، کلمه شرطی دیگه، کلمه که یک جمله شرطی رو میسازه، با سی با اگر ما شرطی میسازیم تو فرانسه. سی اون لشت، اگه بخریمش زمان حال، جمله بعدیتون باید بشه آینده ساده. فیتور سام فودرا آینده ساده فعل فو هست چون بی قاعده است، میشه ای فودرا. ایل فودرا
که معمولا فعل فالوار از فعل فالوار میاد دیگه، اف ال دو زل دو تا ال او ای ال، فالوار یعنی بایستن، فعل بایستن صرفش میشه ایل فودرا. بعد سوم شخص است، سی اون لشت ایل فودرا. پس اگر سی به علاوه زمان حال بیاد، فعل بعدی میشه آینده ساده. یعنی یادتون در زمان شرطی اینجور هست، البته شرطی مختلف داریم، فعلا این ساده ترینش هست. سی اون لشت ایل فودرا فعل ترو، اگه بخریمش باید روش کار کنیم، یه کارهایی توش بکنیم، یه دستی روش بکشیم. خوگرد نگاه کن، باز ببینید خوگرده، فعل خوگرده فعل گروه اول هست، دوم شخصش تو حالت عادی اس داره، تو خوگرد وقتی میگیم تو خوگرد اون آخرش اسه، اما وقتی امر میشه چه مثبت چه امر منفی، نگاه کن نگاه نکن، باید اس رو بندازیم توی نوشتار، حواستون باشه خوگرد ببینید اس نداره. Tu as vu la couleur des murs dans les chambres? Tu as vu, آیا دیدی؟ La couleur, رنگ. La couleur de یعنی رنگ. La couleur des murs. رنگ دیوارها. Mur, un mur. Le mur, des murs. دیوار دیوارها. Mur یعنی دیوار. Tu as vu la couleur des murs dans les chambres, توی اتاقا. رنگ دیوارها توی اتاقا رو دیدی؟ خویا، نگاه کن. Tu as vu la couleur des murs dans les chambres? Chambre, yani otaq. La couleur des murs, ce n'est pas un problème. La couleur des murs, rang divara, masale nist, muhim nist. Ce n'est pas important. Ce n'est pas un problème. Ye masale nist, masale nist. Masale nist, mushkeli nist. Un pot de peinture et puis c'est bon. Ye kam rang o khob, khob mishe. بعد خوب میشه. پوی سپون یعنی بعد خوب میشه. بعد همه چیز خوب میشه. امپوت پنتور. امپوت پنتور یعنی کم رنگ و همه چیز درست میشه. پوی سپون. امپوت پنتور. ا پوی سپون. ا پوی سپون یعنی بعدش خوب میشه. بعدش همه چیز درست میشه. ا پوی سپون. وی دکار. آره باشه. میلو سالون ایلا سالمانجه. اما سالون پذیرایی. ایلا سالمانجه. اتاق نهارخوری. سنتان پپتی نو. یکم کوچولو هن نه؟ Mais le salon et la salle à manger sont un peu petits. Sont un peu petits, yekan kuchikan. Non, na. Tu sais, midoni. Et si on supprime le mur entre ces deux pièces? Aye ma divar beyne in do ta otaq ro. Yani chi? Salle à manger va salon. Ma otaq ha ro otaq hay asli mese salon, otaq paziri, otaq khab ro besh migim pièce. Fransay. پیس به معنی نمایشنامه هم هست، به معنی تکه هم هست، قطعه هم هست، اما توی آپارتمان وقتی میگیم پیس یعنی اتاقای اصلی مثل سالن، مثل اتاق غذاخوری، اما حموم و توالت اینا شامل پیس نمیشه. پس اتاق خواب، سالن، سالن پذیرایی و اتاق نهارخوری، پس سال مانژه، اینا بهش میگن پیس، بهش میگن این پیس. مثلا شما میرید آپارتمان دو خواب میگیرید، ان اپارتمان دو پیس یا ان دو پیس، ان تری پیس. به خواب میگن پیس. اگه ما دیوار بین دو تا اتاق یا دو تا خواب رو، دو تا اتاق رو به اصطلاح حذفش کنی، سوپریمه یعنی حذف کردن، سوپریمه یعنی حذف کردن. سی اون سوپریم، باز ببینید سی حال آوردیم، سی زمان پرزان، سوپریمه زمان حال هستیه. سی اون سوپریم، اگه ما حذف کنیم لو مور دیوار انتر دو پیس، بین این دو تا اتاق، ça fera un grand salon. یه سالن بزرگ خواهیم داشت. ببینید ça fera. ça fera. یعنی صفه، فعل صفه، عبارت صفه ما کاربرد زیاد داره. مثلا شما میرید خرید میکنید، میگید صفه کمبیان؟ چقدر میشه؟ یا مثلا کرایه تاکسی میخواهیم بدید، صفه کمبیان؟ صفه یعنی میشه. یعنی میشه. اینجا ça fera است، میشه خواهد شد. یعنی خواهیم داشت. ça fera un grand salon یعنی یک سالن بزرگ خواهیم داشت. پس اگه دیوار بین این دو تا اتاق برداریم، حذفش کنیم، صفاقا انگان سالن، سالن بزرگ خواهیم داشت. اون پورا فسیلمان متر تون مابل. اون پورا یعنی این کار بکنی، باز آینده میشه دیگه، ادامهش هست، فعل بعدیش همجوری آینده میشه. اون پورا یعنی خواهیم توانست، فعل پووار. فسیلمان با آسونی، فسیل یعنی آسون، فسیلمان یعنی به آسانی. متر تون مابل، متر یعنی بذاریم، تون مبل یعنی همه اسباب اساسی، مبل
با مبل اشتباه نگیرین ها، فرانسوی ها به مبل میگن فوتوی، F A U T E U I E L که ادش هم تلفظ میشه فوتوی، به فوتوی میگن مبل. اما وقتی مبل شنیدید توی فرانسه یعنی اسباب اساسیه، مثلا یه اتاق مبل هستش، نه اینکه مبل داره یعنی اساسیه داره. پس مبل، کلمه مبل، ام مبل، د مبل یعنی اساسی، اسباب اساسیه بهش میگن مبل. خود مبل میشه فوتوی، برید توی دیکشنری پیدا کنید دیکشنری. پس چی شد؟ اون پرا فاسیل مون متر تون مبل، به راحتی به آسانی میتونیم همه اسباب اساسی هم اونجا بذاریم، متر تون مبل. سی vrai tu as raison. درسته، درسته، سی vrai یعنی درسته، سی vrai. ببینید تلفظ این سری کلمات که سخته، مثل vrai، vrai به تنهایی خیلی سخته، بچسبیم به کلمه قبلی، میگیم سه، میگیم سو، حرف اولش رو قرض میدیم به قبلی، غ رو میخونیم سو غ. حالا سریع بخونیم چه میشه؟ سو غ، سو غ، وغ نگید. بعضی اون ابتدا میخون تلفظ کنم میگم وغ، ولی به مرور یاد میگیرید. سو غ، tu as raison، tu as raison، تو حق داری، raison یعنی عقل و دلیل و منطق. وقتی میگیم tu as raison یعنی حق داری، تو راست میگی. C'est vrai, tu as raison. درسته، حق داری، حق با توه. Tu as raison. Vous avez raison جمعش میشه، حق با شماست. Tu n'as pas raison، حق نداری. که البته اینجوری نمیگم، میگم tu as tort. T-O-R-T. وقتی ما میگیم حق با تو نیست، تو اشتباه میکنی، میگیم tu as tort. Vous avez tort. اما میگیم حق با توه، تو راست میگی، tu as raison یا vous avez raison. J'ai raison، من حق دارم. Ils ont raison، اونا حق دارن. همینجور میتونید صرف کنید. Et quand on aura un peu d'argent، بعد از کان هم وقتی شما حالت شرطی رو میخوایی بین کان، یه جایی بین حالت شرط رو بین کنی، کان تون آقا ام پدرشان، یعنی اگه یکم پول داشته باشیم یا زمانی که به یکم پول برسیم، یکم پول دست و پا کنیم، کان تون آقا. ببینید بعد از اون آقا آوردیم که جمع که آینده سالی فعل اواخ هست، کان تون آقا ام پدرشان، و وقتی یکم پول گرفتیم، پول به دست آوردیم، پول داشتیم، اون پورا پتت انسلن شومینه، شاید بتونیم، اون پورا همش آینده میشه، اون پورا پته، شاید بتونیم انستر نصب کنیم، اون شومینه، یه شومینه لا اونجا دان رو کوان، تو اون گوشه، اونجا اون گوشه لا دان رو کوان، عوض میخوام لا دان رو کوان یعنی اونجا تو اون گوشه، اون پورا پته انستر اون شومینه لا دان رو کوان، لا دان رو کوان یعنی اونجا اون گوشه. ای پورا کوزین ای سال دو بان، این پور اینجا معنی برای نیست، اینجا یعنی در مورد، در مورد آشپزخونه و حموم چی؟ ا پور یعنی و در مورد، این پور یعنی در مورد. ا پور لا کوزین، لا کوزین آشپزخونه، الا سال دو بان، سال دو بان سالن آبتنی یا همون حموم، پس حموم میشه سال دو بان، میدونید. ا پور لا کوزین الا سال دو بان، اکوت سا اون ورا پلو تار، گوش کن این مساله رو، سا اون ورا پلو تار، بعدن بررسی میکنی، بعدن خواهیم دید. فعل voir آیندهش میشه verra. On voit، ما میبینیم. On verra، خواهیم دید. آینده فعل voir. VE دوتا R ریشه فعل voir هست برای آینده ساده. و اون پسوندهایی که بهش اضافه میکنیم. Écoute ça، on verra plus tard. یعنی بعدن میبینیم. بعدن میبینیم چی پیش میاد. On verra plus tard. این اصطلاحات یاد بگیره تو مکالمه خیلی به درتون میخوره. On changerait peut-être la cuisine dans un an ou deux. On changera peut-être. On changera. On changera یا on changera. یعنی تغییر دادن. شاید تغییر بدیم آشپزخونه رو. Dans un an ou deux. در یک سال یا دو. یعنی در یک دو سال آینده. Dans un an ou deux. Dans un an ou deux. Dans un an et trois. Dans un an et cinq. Dans un an et dix. Dans deux ans et trois. مثلا. سه چهار سال بعد. Dans un an. او دان زن آن او دو، یعنی یکی دو سال دیگه شاید آشپزخونه رو تغییر بدیم. به پا توت سوید، اما فوراً نه، یعنی به همین زودی ها نه. توت سوید یعنی فوراً، فوراً به فاصله. می پا توت سوید، پا توت سوید یعنی نه، پا یعنی نه، توت سوید هم یعنی فوراً. به این زودی ها نه، پا توت سوید، به این زودی ها نه، اما در آینده این کار خواهیم کرد، یک دو سال دیگه. سبب بکو دو دپانس، اینجوری خرجمون زیاد میشه. سوا فر یعنی درست خواهد کرد، فر یعنی درست کردن، یکی از معنیاش یعنی درست کردن هست. سوا فر ایجاد کردن، تولید کردن، درست کردن. بوکو دو دپانس، دپانس یعنی خرج، دپانس فعلش هست، خرج کردن. دپانس دو لارجان یعنی پول خرج کردن، دو لارجان.
سبب فر بوکو دو دپانس، یعنی خرج زیادی به بار خواهد آورد، یعنی خرج اون زیاد میشه، بوکو دو دپانس. بون الو، خب پس کس که اون فر بون الو کس که اون فر خب پس چیکار کنیم؟ کس که اون فر چیکار کنیم؟ اون لشت او پا میخریمش یا نه؟ اون لشت او پا